بیایم اینجا. تا اینجایی که رفتیم خب، اینجا ما گفتیم پوینت نامبر پرامپت، این مقداری که اینجا هستش و دیتا رو داره می‌ریزیم اینجا، درسته؟ بیایم یه فور دیگه. چی؟ آها چرا گوشت رو اینجا؟ خب میایم اینجا، من یه لیت مثلا مال تیپل هم قرار میدم، اینم به صورت آرایی، درسته؟ بیاد اینجا. چرا یه فور دیگه سختش کنیم؟ اینو میذارم بعد از اینکه این رو اومد پر کرد، یه لیت مال تیپل هم میذارم. خب برمیگردم میگم نامبر پرامپت مثلا پلیز اینتر، پلیز هم مشتر مثلا اینتر مالتیپل لیسن. نه حواسم هم نه مخواه مالتیپل چیز کنم دیگه، ببخش مالتیپل چیزه آرای هست مالتیپل پوینت. خب بعد میام میگم اینجا مالتیپل مقدار آی و مالتیپل پوینت رو میریزیم نامش، درسته؟ این آرای هست دیگه، این میاد نمره رو میگیره میریزه تو آرای دیتا، این میاد چیکار میکنه؟ ضریبش میریزه توی مالتیپل. خب حالا یه فور بعد بزنی چیکار کنی؟ یه فور بگی بعد اینجا چیکار بکنی؟ این کانت لیسنه در هر صورتی مثلا برگرد بگی چهار تا درس چهار تا نمره داره، چهار تا هم ضریب داره دیگه، درسته؟ پس میتونیم اینجا هم بگیم که این کانت لیسن یا بگیم دیتا دات لنس یا مالتیپل دات لنس، در هر صورتی همشون مالتیپل در واقع دات لنس، در هر صورتی همشون مقدار چی رو برمیگردن؟ چهار رو برمیگردن اگه این دیتا پر بشه، درسته یا نه؟ لنساشون طول رشتهشون دونه دونه دیتا هایی که توش قرار گرفت، در هر صورت چهار برمیگرده. پس من میتونم هر چیزی اینجا برای شرطش قرار بدم، این که چیز سخت نیست، این هست من همون مقدار کانت رو قرار میدم. حالا اینجا میتونید بیاید مثلا بذاریمش لته سام یا نه مثلا بذارم ریل لت مثلا ریل. خب ریل چی بشه؟ خود میکنم آها دیتا آی ضرب داره مالتیپل آی. چه اتفاقی میفته اینجا؟ میتونه مثلا اگه من گفته باشم 3 تا درس داشته باشه، اولیش مثلا شده 18 ضریب 3، دومی شده 15 ضریب 3، سومی شده 14 ضریب 3، میشه اولی چی 18 ضرب در 3 میاد توی خونه اولی من، 15 ضرب در 3 میاد تو خونه دومیش قرار میگیره، مثلا 14 ضرب در 3 میاد تو خونه سومیش دیگه، درسته؟ چه سخت است. خب در نهایت من نیاز دارم اینو چیکارش کنم؟ این رو جمعش میکنم. خب من میام اینجا یه لت سام میذارم که مساوی با صفر، یه لت مالتیپل سام میذارم مساوی با صفر، یه فور میذارم. خب برمیگردم میگم که باز همون مقدار کانت که دارم میگه، حالا فرقی نمیکنه کانت میسن اینجا، در هر صورت همشون طول رشتهشون یکی. برمیگردم میگم سام به علاوه مساوی چی؟ ریل آی، درسته؟ دونه دونه رو بخون جمع کن بریز تو چی؟ سام. خب من در نهایت با تقسیم برای چی بکنم؟ مالتیپلش. مثلا شما مثلا نمراتتون رو میگیری تقسیم برای چی میکنید؟ 18 واحد دیگه، تقسیم برای 15 واحد دیگه، تقسیم برای 12 واحد دیگه، ها؟ خب این سام دیگه، این سام آره مالتیپل سام. حالا بعد چی میشه؟ به علاوه مساویه مالتیپل. خب مالتیپل آی. خب و در نهایت میاید بیرون برمیگرده میگه کنسول دا
دات لاگ مقدار سام تقسیم بر مالتیپل سام. سخته یکم درست، این زیاد سخت نیست، فقط یه درشته، فقط باید یه تحلیلش کنم، زیاد سخت نیست. اونی که دومیه رو گفتم اونو شما تو خونه انجامش میدید. به طور مثلا من میگم 3 تا درس داشتم، بعد میگم میگه چند شدی، من میگردم میگم مثلا مالتیپل چنده 3، میگه چند شدی، میگم 16، مالتیپل چنده 3، میگه چند شدی، میگم 18، مالتیپل چنده 3، معدل 16 و 33. خب شک دارید میایید اینجا دونه دونه اینا رو کنسول میگیرید، کنسول دات لاگ چی مثلا مالتیپل ضرایب، بعدی دیتا، همه اینا رو چیکار میکنید دونه دونه میگیرید ببینید واقعا داره به درست به دست میاره یا نه. مثلا من میگم 3 تا درس داشتم، میگه چند شدی، مثلا فرض کن 14 ضریب 3، 15 ضریب 3، 16 ضریب 3، 3 3 3، 14 15 16، 3 ضرب در 14، 3 ضرب در 15، 3 ضرب در 16، جمعش بکنه تقسیم بر 9ش بکنید، یکی تو حساب کنید حالا اوکی بچه نه این درسته اصلا شک نکن، الگوریتمش درست نمیشه. خب یه مقدار فقط چیه به خودت سخت هم نیست، فقط باید تحلیلش بکنم. من سخت نوشتمش، آره میتونست توی یه فرم میتونست، من سخت نوشتمش، سخت نوشتمش، اون آسونه رو شما مینویسید. آسونه چجوریه؟ آره نیاز نبود من آرای درست که من از آرای اصطلاحا میگم با آرای بازی کردم. خب شما میتونید چجوری بنویسید؟ اینجا مثلا آرای دیتا رو که دارید میذارید همونجا مالتیپل رو بگیرید، یه دونه متغیر به نام سام مالتیپل هم بذارید پایینش، مالتیپلی که دارید میگیرید بریزینش تو سام مالتیپل، در نهایت اینجا همه نمرات رو که داره میگیره مالتیپل ها رو میگیره، مالتیپل ها رو جمع کنه یه گوشه داشته باشه، بیاد یه فور بزنید سام در واقع اونجا قرارش بده، یا اصلا همینجا یه سام هم همینجا قرار میدید چیز میکنید دونه دونه متغیر این پوینت رو ضرب در مالتیپل میکنید، اصلا نیاز به آرای تعریف کردن هم. من با آرای حلش کردم، شما میتونید بدون آرای حلش کنید، درسته؟ شما بدون آرای حلش کنید.